خب آقا 10 ساعت بعد ما دیگه همه وسایل رو پیاده کردیم. واقعا ببین چه کمک‌هایی داشتیم. غذا رو رویا زحمت کشیده. رویا رو حتما یادتونه ویدیوهای از پیش قبلی من داشتم فرش میسابیدم تو حیاط، باید داشت از من فیلم میگرفت. بچه ها سلام، اگه فکر کردین صدف بیوتی فقط تو کار بیوتیه، سخت درش دمایی. و ببین عدس پلو آورده، چه عدس پلویی، هم خورما داره، هم کشمش داره، هم قلقلی داره، ماست و خیار و سارا آورده، سالاد و سارا آورده، میوه رو من خریدم، خیلی زحمت کشیدم. و اینجا حالا فعلا ما اینا رو همینجوری گذاشتیم تا بعدا دیگه ببینیم میخواییم چی کار کنیم. بعد دیگه براتون بگم خیلی چیزا تو گاراژ رفت، به خاطر اینکه مثلا گفتیم باز نکنیم دیگه، مثلا کنسول، اصلیا، نمیدونم ظرفای مثلا کناری، بشقاب چینی فلان، اینا رو هیچ کدوم باز نکردیم، اینا رو همینجوری گذاشتیم که بعداً اینجا که دیگه کارش تموم شد یه بارکی باز کنیم، چون وگرنه یه ماه دیگه دوباره همه اینا رو باید میکشون نمی آوردیم اینجا. حتی از وسایل آشپزخونه هم مثلا اونایی که در آوردیم و باز کردیم، مثلا 4 تا لیوان قاشق چنگ، چیزی که خیلی احتیاجه دیگه، همین دیگه. و تختم گذاشتیم توی اتاق مهمون اینجا. حالا اینم باید بچی داشت کنیم، این دیگه تخت و مثلا اینای خودم بود که گذاشتیم تو اتاق مهمون. فعلا ما اینجا مستقر هستیم تا تخت بخرم و اینا واسه مستر یه تخت بزرگتر بخرم، چون این تختی که ما خب اتاقمون کوچیک‌تر بود، جا نمی‌شد اگه می‌خواستیم تخت مثلا کینگ، سایز کینگ یا مثلا کالیفرنیا کینگ بذاریم. داد فندقم که میاد می‌خوابه، ماشاءالله اینوری می‌خوابه، یعنی ما اینطوریم، فندق اینوری. بعد دیگه واقعا مثلا علی همیشه از اونور می‌خواست بیفته، من از اینور. گفتیم دیگه اون تخته رو بذاریم تو اتاق مهمون، دیگه واسه اینجا مثلا تخت بزرگ بخریم که بتونیم مثلا راحت بخوابیم. همین دیگه. حالا ما یه اسباب کشی دیگه هم تو راه داریم اگه راستشو بخواین، که بعد کارخونه رو خالی کنیم، برداریم بیاریم وسایلشو بریم بالا. اونم خودش یه پروژه‌ایه، ولی عمرن من با این موورا بگیرم. میدونی چه؟ اوکی بذار بهتون بگم، باورتون نمیشه. من اون موقعی که چند روز پیش زنگ زدم از اینا چیز بگیرم، یه تقریبی بهت میگن، ازت میپرسن خونه چقده، چقدر وسیله داری، چند تا اتاق داری فلان و اینا، به تو یه عدد تقریبی میدن. بعد عدد تقریبی که به من گفتش که مثلا دور و بر 845 دلار در میاد. عزیزم خسته نباشید. تو خسته نباشید. باس. بعد گفت میشه 845 دلار و اینا، 25 دلار هم به تخفیف میدیم 820 دلار. منم گفتم خیلی خوب و این حرفا، ولی خب وقتی به تو میگه استیمیت، یعنی مثلا اون عدد تقریبی، خب عدد دقیق نیست که اون آخر، یعنی همه میدونن که مثلا عدد دقیق اون نیست، ممکنه یه ذره بالاتر یه ذره پایینتر بشه. بعد ساعت 1 شد، من دیدم تقریبا 5 ساعت گذشته از وقتی که اینا اومدن، هنوز نصف تراکشون هم پر نکردن. مس گفتم بدون، همینجوری کیسه زباله ها رو دوباره رد میکردن، سر صبر این مبلا رو رد میکردن اینا. بعد زنگ زدم بهشون، به همون شرکت مرکزشون، گفتم که ببخشید شما به من استیمیت دادین 845 دلار واسه کل کار، الان هنوز نصفش هم اینا تموم نکردن، من حساب میکنم ساعتی بالای 1000 دلار در میاد تا آخر روز، که قطعا خیلی هم بالاتر میشه، شما پس این چه جور استیمیت دادنی و اینا. یارو گفتش که او فلان اینا، من به چیز میکنم بهتون، بذار بررسی کنم زنگ میزنم. رفت زنگ بزنه، زنگ نزد تو ساعت 4:30، اینا هنوز ما اینجا بودیم داشتن تازه خالی میکردن. دوباره زنگ زدم گفتم ببخشید، دیگه رئیسش بود، گفتم این قرار به من زنگ بزنه، زنگ نزد، چیه جریان؟ آخه وقتی شما خوب به آدم میگین من اون عدد حساب میکنم، حالا اوکی 845 نه بشه 900، نه اینکه الان مثلا چقدرم هنوز از اینا مونده، باور کن دو برابر میشه. حالا من چه دلم خوش بود که فکر میکردم فقط دو برابر میشه، گوش بده بقیه داستان. هیچی، یارو آخر سر گفتش که من میفهمم تو چی میگی، ولی ما باید کل پولی که حالا هر چقدر میشه آخر سر تو رو چارجت کنیم، ازت پول رو بگیریم و بعد تازه توی شکایت بذاری روی پرونده تو، ما بریم مثلا اینو پیگیری کنیم ببینیم چه جریان و اینا. بعد اولم گفته بود اگه کش بدی مثلا یه ذره ارزان‌تر میشه، من می‌خواستم کش بدم، ولی اینجوری که شو گفتم برو با عمرن کش نمیدم، با کردیت کارت میدم، که اگه خواستن بازی درارن به بانکم بگم مثلا پولو بلاک کنه و فلان حرفا. خلاصه آخر سر بیلو گذاشت
از 845 دلار در اومد 2300 دلار. اصلا من نمیفهمم پس اصلا هدف و پوینت استیمیت دادن چیه اگه قراره تو بگی 845؟ بعد چی بابا یه دونه خونه چوسکی بوده دیگه، مثلا مگه چی بوده که اینقدر شما یه روز کامل بیشتر 10 ساعت طول دادین؟ تازه اینجا هم که میآورد باکسا رو اصلا تو نمیآورد، همون دم در ما مثل عقاب رو باکسا همه رو دونه دونه برمی‌داشیم، هر کی میرفت یه ور شروع می‌کردیم باز کردن که فقط زودتر بدوه یارو دیگه. خلاصه دیگه به هر چی که بود فعلا تموم شد. نمیدونم این همه ریویوی خوب از پس از کجا میاد از این تو این کمپانی. خود زهر این غذا چی شد؟ چیه؟ چیه؟ کجایی؟ مادر اصلا این ستاپ را کرده بود پدر سک. رفتنت مثل یه حادثه برا پیچ نزده بست بست من مانیتور رو بگیم بگیه تو درسه اینا کن. عجب چی کار کرده؟ آخ آخ زخم شدی. شیت کنم اینو ستاپ کرده گذاشتم روش. ببین بایستا اینو من بعد ازش عکس بگیرم که براشون چیز بکنم. برو مقاله تو بیا. بیا این کمر بیا. این داره میگیره. آره من رو بودم عجب شرکت مزخرفی. بعد دو ساعت سر این بود یارو همجوری ویش عجب شرکت مزخرفی. خواهد تو سرت کنم اونو داشتی بس میکردی داری این بقیه چیزا تو تخت و اینا رو یه وقت همین. ببین واقعا از رو ساعت یک ساعت رو تخته بود و چهار دادونه پیچ داره. آقا این ریویوشو باید بنویسی یاد پر بنویسی نظرم همه جا این چون اصلا اصلا خوب نه. باید تو ولاگ هم بگم خدا بذار برم اسمشون پیدا کنن تو موبایل خودم که داره فیلم میگیره، ولی اسمشو بذار نگیرین اینا راه های وقت اگه اینجا زندگی میکنین. یعنی واقعا آدم دیگه به ریویو های آنلاین هم نمیتونه اعتماد کنه. دوست دوستای خودشون بودن رو با آخی آقا. حالا من یه دقیقه میخوام حرف بزنم ببینید که سر و صدای رو انداخته. دیگه آخرین بارهاییه که ما تو این خونه میبینیم. بعدون دیگه هرچی ببینید چه میلرزه میشنید اومدیم دیگه هرچی خوردریز مونده جمع کنیم و ببریم. و فهمیدی چی شد؟ این مبله بود؟ گفتم نمیدونم گفتم بهتون یا نه. اون کسایی که اسباب کشی میکردن آقاهه گفتش که این بیشتر از 200 پونده، برای همین ما اینو تکون نمیدیم. یعنی تکون میدیم اگه بخواین 200 دلار میگیریم. گفتم برو بابا این خودش مگه چیزی هست؟ ما همین جوریش مونده بودیم اینو ببریم یا اینو نبریم؟ حالا هم که اصلا اینطوری میگی اصلا نمیخوایمش. بعد من هی فکر کردم گفتم خدای مگه میشه این از اون مبل سه نفره هی که توی حال من گذاشتم سنگین تر باشه؟ اصلا امکان خیلی خیلی سنگینه. خود خلاصه رفتم آنلاین پیداش کردم دیدم که نه خیر ایشون اصلا هم اون وزن نیست و کمتره. و حالا میخوام بهشون ایمیل بزنم بگم که به اضافه چیزای دیگه ای که گند زدین اینم اضافه کنید که کارگرای شما یه چیزی که تازه وزنش پایین تر از ماکسیمم خودتون بود و تکون ندادن و الان اینو بعد یه کاریش مثلا بکنیم ببینیم چی میگن. اتاق خواب ما بود اینجا، تخت اینجا بود. وای خدایا روز آخر. اوکی ما خب شیلنگ وز کرده بودیم دیگه. بعد روز آخر که علی اومد شیلنگ رو برد، چون ما این توالت رو عوض کردیم خب، بعد اون سراح یا نمیدونم حالا یه چیزی من خیلی تکنیکیشو بلد نیستم، ولی اون چیزی که یه سرش میرفت به شیلنگ، یه سرش میرفت به سیفون، یه سرش هم که میرفت به توالت، این مثل این که اگر اون چیز شیلنگ رو در آوردیم دیگه کوتاه نمیرسه به سیفون، در نتیجه آب سیفون بسته شد. بعد حالا شانس ما باز آوردیم که این چیز بود، اگه کسی بخواد دل دستشویی باید از دوش
باز کنه که سیفون پرشه بعد بتونه سیفون بزنه، وگرنه کار نمیکنه، یعنی آب نمیاد توش. خلاصه آقا چه میل هزین. او اینو باید باز کنیم که قابلمه ها بهش وصل بود. البته قابلمه ها رو اونجا دیگه نمیخوام، نمیخوام اونجا قابلمه ها رو آویزون کنم دیگه، از اون فاز یکم فاصله گرفتم به خاطر اینکه دیگه 5 سال جلوششم بودن بستم شد دیگه. خلاصه روزارم که از اینجا کندن بردن. درخت پرتقالا رو بعدم نمیمد ببرم، اینا که تو حیاته، چون اونایی که اون بره خب خیلی بزرگه که اصلا اونو نمیشه تکون داد، ولی گفتم حیفه ولش کن بذار باشه، اینا دیگه لابد به اینجا حالا عادت کردن، خیلی هم وضعی ندارن و اگه راستشو بخوای میبینی اینو اون یکی و اون دوتا هم اینجا، یکیش لیمو، دوتاش سه‌تاش پرتقال، ولی هیچ وقت اینا میوه نداد، اونایی که اون بره همیشه پره میوه دیگه. خلاصه سری آشغال پرتقال هم این بره، باربیکیو رو قرار شد باغبون همین خونه جدیده فکر کنم بیاد ببره و اون مبله رو گفتیم بیا اصلا اینا رو بردار مال تو دیگه. مثل سرت و پرت این توه که یه باکتیه که نگاه کن اینا کتابای چیز من بوده، من همه رو میریزم دیگه، دیگه میخوام چی بکنم، چقدر خوشحالم که دیگه نباید اینا رو بخونم. چجوری اینا رو میخوندیم ما اصلا؟ ببین اون موقع آدم به چشمش نمیاد که مثلا تو مدرسه و دانشگاه و اینایی، ولی بعد که داشتم اینا رو جمع میکردم مثلا خدایی میگفتم چجوری ما کتابای به این قطر، الان اصلا باورم نمیشه که اصلا از نظر فیزیکی و مغزی چطور یه آدم میتونه این کار رو بکنه. این یه چیزی بود که من مثلا چیزای خیلی کناری رو توش میذاشتم که یه جورایی خیلی از اونام توشه هنوز، اونا رو هم دیگه ول میکنیم همینجا، این ول میکنیم که دیگه میدونیم بردیم. روزای خوبه اینجاه اون یکی درخت پرتقالا، میدینی همین الان هم اگه نگاه کنی پر پرتقاله بالا، بعد چه پرتقالای خوشمزه یم هستا، پرتقالای جنوب تازه تازه بود. ها آخه اینو لا اون نیفته روی اینا علی، اینو ببرم این حیفه، برقشون رو سیرت کنی؟ نه من اونو برقشون رو بعد اینو با کنیم. چرا این اینقدر صدا میده علی؟ نمیدونم از دیشب چه اومد دی، اصلا دیشب من یه سر اومدم اینجا یه سری آشغال ماشغال بیارم ببرم از این کار رو بکنم، دیدم ببین مثل خونه علوا این تمام این لامپاشو که من در آوردم داره همین جوری مثلا در ثانیه مثلا 50 بار چون 20 بار توم میزنه همینجوری فلش میکنه، فلش میکنه. من شاید برقشه که داره اینطور صدا میده، قطع کردم چون ریموتش هم آوردیم ولی هیچ فرقی نکرده. خلاصه خودم هم ترسیده بودم میخواستم، شاید اون چون یه سیمش الان کنده شده. نه اون سیم گراوندشه، اون کلن همیشه بیرون. این میسندلیه رو هم نمیبریم ولی اینو میخوام ببرم. خدایی خدایی اینو چیز پرنده ها، اینم نمیبرم، اینم که اون روز بهتون نشون دادم نمیبرم دیگه. خلاصه اینجا هم از اینجا او و مهمترین قسمت قضیه اینو نمیبرم دیگه، ازش خدا از اثر هنری من خدافزی کنیم به اندازه کافی. ببر اون بالا که جا هستی، آقا بکنی آخه چیزایی که نمیخوام آخه ببر اون بالا و این بالا و بعد آخه این اثر به نظر نمیاد، این اولین اثر هنری بوده. آره این اولی اتفاقا اینو یادتونه برنامه یه ویدیو گذاشت که آقا چجوری اینو درست کنیم، این ارزش معنوی داره، این اشتباه ها رو نکن چون جا داری بالا بذار تو همون کارخونه، ولی خب آره یه چیزی چرت و پرت بفروشمش. واقعا میتونی علی به چیزای هنری فکر میکنه، من میگم بفروشمش. خب میدونی چرا؟ بخاطر اینکه اگه یه چیزی قابل استفاده نیست، مثلا من اینو میخوام ببرم بذارم اون گوشه فقط برای اینکه یا
مثلا یه زمانی تو خونه ما بوده فایده نداره، بی خودی جا میده. اگه بتونیم ارزش معنوی رو به ارزش مالی تبدیل کنیم. NFT شو اونجوری خوبه. آره. اینو از کجا آورده بودیم؟ من خریده بودم نه اینو. از ایران فکر کنم. آره این از ایرانه، ولی یا فکر کنم اینو از یه نمایشگاه اینو همه رو گذاشتم هر چی اینا بودم. مثلا این مسواکت بود. مسواکت رو گذاشتم. مسواکی که نه. میز تلویزیون هم که نمیخواد نه؟ نه. سلام چطورین؟ ببین دیگه بالاخره ما اومدیم شروع کردیم متریال ریمودل کردن خونه رو ببینیم. الان بیا علی وارد شدیم، از یه چیزی خوشش اومد. اومدیم سنگ کانتر آشپزخونه رو انتخاب کنیم. حالا من اینا رو میذارم شما نظر بدین، به خاطر اینکه ولاگا دیگه کم کم داره تقریبا هم موقعی که میگیریم حالا یه ذره بعدش پست میشه و قطعا نظر شما تو خرید ما تاثیر داره، چون حالا تا بخریم وقت هست. ولی اینو در نظر بگیرین که توی آشپزخونه اون آیلند آشپزخونه، حالا تو فیلماش بریم ببینین کاملا مشخصه، اون که یه دونه میخواد با کانترای اون خشک مثلا بالای کابینته و پشت یعنی به عنوان بک اسپلش رو دیوارم میخوام از همون سنگی بذارم که روی کانترا هست. خب درنچه با این چیز برای همین خیلی نمیتونه شلوغ باشه، وگرنه خیلی دیگه همیشه شلوغ پلوغ میشه. من تا وارد شدیم از این خوشم اومد. این ببینی توش رگه های سبز و کرم و اینا داره، باحاله. بعد فقط باید ببینم چیه، چون که من خیلی دلم میخواست مرمر بگیرم، خب یعنی سنگ مرمر طبق تحقیقاتم و باید بخونی روشونو. سلام نکرده بودیم، سلام حال چون خوب هستی؟ خوش اومدیم، بفرم بفرم. طبق تحقیقات من سنگ مرمر به درد کسایی میخوره که مثلا سال تا سال از آشپزخونهشون استفاده نمی کنن، به خاطر اینکه خب خیلی خوشگله ولی خیلی زود چیز میشه، مثلا اگه چیزی از دستش بیفته، چون سنگ نرمه دیگه، خش میفته، لپر میشه، اگه روش چیزی بریزه مثلا زردچوبه زعفرون داشته باشه رنگ میگیره و این حرفا، و مینتیننس میخواد به خاطر اینکه باید هر چند وقت دفعه سیلش کنی، پالیشش کنی، داستان کنی و اینا. گرانیت اونم خیلی خوب رنگ میگیره، یعنی خیلی بد رنگ میگیره به خاطر اینکه حالت اسپنج مثل اسپنج سنگ، یه چیزی بریزی سریع بهش جذب میشه. کوارتز یه چیزیه که من یعنی دست سازه، این سنگا رو با یه سری چیز میزه دیگه به هم قاطی میکنن، اون چیز میکنن، اون خیلی مثلا که خوب میمونه و مثلا مینتنس هم نمیخواد و چیزی هم بهش رنگ نمیمونه و این حرفا. حالا آخه توسی علی نمیگم این چیه، این چه باحال نوشته رو شات من نمیتونم بفهمم، این چیزی ننوشته، نه کوارتز نه مرمر نه گرانیته. بذار از همینجا شروع کنیم بریم جلو. این مثلا حتی یه همچین چیزی هم بد نمیشه ها، ولی خب ساده است دیگه. اینم خوشگله ها، او ببین اینم همون تاج محله، من اینو میبینم هی به نظرم خوشگل میاد، بعد اسمشو نگاه میکنم میبینم همونه، اون لبه هاشو بعد ترین میکنن دیگه. آره دیگه سنگ طبیعیه دیگه، این پس سنگ طبیعیه، این دقیقا همون چیزی که ما رو باید بگیریم. ما ابوالفضل ما فکر کردیم فقط همونه، ببین چقدر زیاده. ببین باز رسیدیم به اینا، از کجا میدونی؟ آهان چون چیزشو زده شایه برزیلیه ولی اسمش تاج محله. اینو ببین کشور پرتغاله، مثل تابوسه. ماداگاسکار، از جزیره ماداگاسکار. اگه توی خونه الانیمون بودیم من اینو برمیداشتم، چون بنفشی به همه چی من میاد اتفاقا.
خوشگله. من حس میکنم همه اینا خب سنگ دیگه، پس کوارتزا. من حس میکنم همه اینا دقیقا اونایی که ما نباید ببینیم و نمیخوایم. شایدم میخوایم، شایدم یه خورده اون سختی نگهداریش و فلان و اینا رو به جون بخریم، بگیم آقا همین رو بده بریم. بکنم این کوارتزه. ببین آها، مثلا این کوارتزه، اینم قشنگه اتفاقا، چون بعضیاشو میبینی خیلی این رگه هایی که توش در آوردم فیکه، ولی این قشنگه. رگه هاش رنگ گرم هم داره، نه اینکه مثل توسی آبی باشه. اینم به نظرم قشنگه. ببین ولی یه چیزی رو به تو من اشتباه نکنه، سلیقه من ممکنه که مثلا نه حالا ها، ولی مثلا ممکنه این باشه، این مشکیه، ولی چون باید کل سیستم رو در نظر بگیری و میخوای یه چیزی باشه که مثلا میدونی چی میگم، اگه میخواستم خیلی دیگه مثلا هر کاری دلم میخواد بکنم، مثلا سنگشو مشکی میکردم، خود کابینت ها رو سبز میکردم اینا، ولی خب میخوام. ببین یشمی انقدر خوشگل میشه علی با رنگ چوب، خیلی خوشگل میشه. یه سری نمونه کار براتون میذارم ببینید، مثلا نقاشی روش، براقش که پالیششه دیگه. خب ببین ما الان یه خورده اطلاعات جمع کردیم، به خاطر اینکه ما هی راه میرفتیم تو اینا یه جورایی. خب این که حالا مشخصه اینا رو پیدا کردیم، اینا کوارتزه که همونه که آدم درست میکنه، ولی میبینی یه جورایی کرکتر نداره هیچ کدوم از سنگا، همجوری یعنی شخصیت نداره، خیلی بی شخصیت. خیلی بی شخصیت. خب اون چیزی که طبیعی در میاد، میدونی هیچ وقت آدم نمیتونه اونو با دست دوباره درست کنه، طبیعی و شخصیت جنتلمن. واسه همین بعد حالا یه سریاش، خب کوارتزا که میدونستیم، یه چیز دیگه هست به اسم کوارتزایت که اونو پرسیدیم که اونم یه سنگ طبیعیه. کوارتزایت و ماربل یعنی مرمر و گرانیت یا گرانیت، اینا سنگای طبیعی هن. گفتش که این ستا خب بالاخره سنگن، ولی خب چون روشون سیل میشه، اگر یه چیزی از دستتونم حالا بریزه میشه ترمیمشون کرد. کوارتزو نمیتونی روش چیز داغ بذاری، چیز داغ بذاری ترک میخوره، ولی سنگای دیگر رو میتونی چیز داغ بذاری. و کوارت اگر خیلی سخت رنگ بهش میره میمونه، ولی اگر بره نمیشه درستش کرد. و بین حالا گرانیتو که کلن من از نقشاش خوشم نمیاد، بین کوارتزایت و مرمر گفتم کدوم بهتره؟ مرمر گفتم کدوم بهتره؟ گفتش که جفت حالا دیگه بستگی به این که مثلا چه نقشیشو خوشت بیاد، ولی مرمر یه خورده سنگ نرمتریه، بر همین چیزی از دستت بیفته، چاقو از دستت در بره فلاینا، فوری لپر میشه یا مثلا میشکنه و اینا. برای همین الان یه جورایی ما بهترین چیزمون، من فکر میکنم به نسبت اینکه خوشگلم باشه، همون کوارتزایتی که اتفاقا جفته اونایی هم که من دیدم خوشم اومد، یکیش همون تاج محل، یکی هم اون یکی پرلا بینا یا هم چه چیزی بود، پرلا چه چی، اونا جفتشون هم کوارتزایت بود. حالا اینها خیلی مثلا آرومه، ولی همچی نقشی داره، بعد گرمه، ولی خب اینم بازم رگه های مختلف داره، یعنی شما آره از حالا این چند تایی که داره بعد مثلا دونه دونه برق بزنیم ببینیم کدومش خوشگل تره. چقدر این من تو دوربین دیدم تو ولاگ قبلی‌ها که ماشین بعد تمیز شد دیگه، گفتیم من گفتم بعد از اینکه موو کنیم دیگه برم تمیز کنم دو تا ماشین رو تو گاراژ. ما رفتیم اونجا که دیگه حالا راجع به قیمت و اینا صحبت کنیم، بعد نه اول به آقای گفتم که میشه شما یکم توضیح بدی که کلاً اینا قیمتاشون چقدر با هم فرق داره و این حرفا. بعد گفتش که ببین بذار من از هر کدوم از این چیزا عطره چونه خورد نکنه دیگه، ولی خوب برخورد، معقول اومد.
گفتش که بذار من از هر کدوم از اینا به تو گرونترین مدلشو میگم، قیمتشو با هم مقایسه میکنیم مثلا اینا. بعد گفتش که به عنوان مثال کوارتزایت گرونترین مدلش که ما داریم تاج محله. من گفتم البته که باید اون چیزی که چون اونجا که توی اون چیز بزرگی اصلا قیمت نزده بود، قیمت رو باید بری بعدن ازشون بپرسید. گفتم البته که اون چیزی که ما الان انتخاب کردیم باید گرونتر از همه باشه، یعنی شانس مثلا خیلی باهم. آره چون صدف هر چی که چشش رو میگیره گرونتری گرونتری. بعد گفتی که مثلا انقدر و فلان این حرفا. خلاصه کوارتز قیمتش از نصفم کمتره از کوارتزایت، یعنی همون مصنوعی ها. مصنوعیه آره قیمتش از نصفم کمتر از اونه، ولی خب به اون قشنگی نبود دیگه. یعنی اگه میتونستیم مثلا، حالا باز جاهای دیگر هم من میرم میبینم، ولی اگه میتونستیم یه چیزی پیدا کنیم که اون باشه ارزونتر باشه ولی اون همون قشنگ باشه، خب خیلی خوبه. خلاصه این فعلا از این بود. حالا شما هم نظرتون رو بنویسین تا ببینیم مغازه بعدی چی داره.